بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما کاربران عزیز فرادرس. اسکندری هستم و با دوره آموزش پیاده سازی نرم افزار فید ریدر با استفاده از زبان سی شارپ در خدمت شما هستیم. ما تو این دوره می‌خوایم بیایم و از صفر تا صد یک نرم افزار فید ریدر رو با هم دیگه پیاده سازی کنیم. خب عنوان دوره همونطوری که گفتیم هستش آموزش پیاده سازی نرم افزار فید ریدر در سی شارپ. سرفصل‌های دوره، خب سرفصل‌هایی که ما در داخل این دوره می‌خوایم بیایم اونها رو با هم دیگه بررسی کنیم عبارتند از تعریف فید، تعریف فید ریدر، بله طراحی قسمت‌های مختلف نرم افزار، دسته‌بندی فیدها، اضافه کردن فید جدید نرم افزار، حذف فید، ویرایش فید، گرفتن خروجی از فیدها، استفاده از فایل خروجی، علامت به عنوان خوانده شده و نشده، جابجایی فیدها بین فولدرهای مختلف، پخش صدا، چند زبانه کردن نرم افزار، بروز رسانی نرم افزار، نمایش مطالب جدید سایت، ورود به پست سایت از طریق فید، جستجو بین فیدها و ارسال نرم افزار به قسمت سیستم ترای. فید چیست؟ حتما در وبسایت‌های مختلف شما این آیکون رو مشاهده کرده اید. ببینید فید یا خوراک برای این هستش که اگر یک سایت مطلب جدیدی ارسال کرد، شما بدون اینکه وارد اون وبسایت بشید میتونید بیاید و با استفاده از نرم افزارهای فید ریدر متوجه انتشار اون مطلب بشید و وقتی اون مطلب به درد شما خورد میتونید از طریق اون لینک وارد وبسایت بشید و همه مطالب را مشاهده کنید. پس بنابراین فید این امکان را به ما میده که بدون اینکه وارد سایت ها بشیم از پست های جدید اونها مطلع بشیم. فید ریدر چیست؟ خب همونطوری گفتیم برای استفاده از فید ها ما باید بیاییم و از یک نرم افزاری تحت عنوان فید ریدر استفاده کنیم. نرم افزارهای فید ریدر این امکان ما میدن که وقتی در واقع ما بریم از سایتی لینک فید اون رو برداریم و بیاریم در داخل این نرم افزار قرار بدیم، اگر سایتی مطلب جدیدی ارسال کرد این نرم افزار متوجه بشه و به کاربر اعلام کنه که این سایت یک مطلب جدیدی ارسال کرد. خب توی بخش ما بریم و پیاده‌سازی پروژه خودمون رو شروع کنیم. میام اینجا ویژوال استودیو رو باز میکنیم و از این قسمت نیو پروژکت رو میزنیم و یه پروژه با زبان سی شارپ ایجاد میکنیم. نامش رو میذاریم فید ریدر. بله روی اوکی کلیک میکنیم تا پروژه ما ساخته بشه. بله در اینجا ما برای زیباسازی پروژه خودمون از مجموعه ابزارهای دات نت بار استفاده میکنیم. برای شما باید بیاید و مجموعه ابزارهای دات نت بار رو از اینترنت دانلود کنید و روی سیستم خودتون نصب کنید و بعد از اینکه اومدید و این مجموعه ابزارها رو روی سیستم خودتون نصب کردید به صورت اتوماتیک به جعبه ابزار اضافه میشه. ببینید ما اومدیم اون رو از اینترنت دانلود کردیم و روی سیستم خودمون نصب و بعد از نصب به جعبه ابزار ما اضافه شده. خب میام اینجا همونطوری گفتیم ما میخوایم پروژه خودمون رو به صورت چند زبانه ایجاد کنیم و میخوایم بیایم و زبانهای فارسی و انگلیسی رو به اون اضافه کنیم. برای همین همه کارهایی که من برای در واقع چند زبانه کردن این فرم ها انجام میدم رو شما با دقت باید بیاید و مشاهده کنید و با دقت اونها رو انجام بدید تا در روند چند زبانه کردن پروژه های خودتون به مشکل بر نخورید. خب میام اینجا اولین نکته ای که در چند زبانه کردن باید بهتون بگم اینه که وقتی شما میخواید بیاید و یک کنترل روی فرم خودتون اضافه یا حذف کنید، فقط در حالت دیفالت یعنی زبان انگلیسی میتونید بیاید و این کار را انجام بدید. ببینید الان خاصیت لنگویج روی دیفالت هستش یعنی زبان انگلیسی. خب همونطور گفتیم ما فقط در این حالت هستش که میتونیم بیایم و روی فرم کنترل اضافه کنیم یا حذف کنیم و در زبان‌های دیگه فقط میتونیم بیایم و خاصیت‌های اونها رو عوض کنیم و متن اونها رو تغییر بدیم. خب اولین کاری که انجام بدیم اینه که خاصیت لوکالیزیبل فرم رو روی ترو تنظیم کنیم تا بتونیم از چند زبانه بودن نرم افزار خودمون استفاده کنیم. الان خاصیت لنگویج روی دیفالت هستش یعنی زبان انگلیسی، پس بنابراین ما میتونیم بیایم اینجا کنترل های خودمون را اضافه کنیم. خب در ابتدا ما نیاز داریم به یک در واقع ابزار ریبون کنترل. اول میایم اینجا و در قسمت کد نویسیم خاصیت فضای نام using devcomponent.netbar را اضافه میکنیم. اینجا فرم از آفیس فرم 2007 ارث بری میکنه. میام اینجا خاصیت caption visible اون را روی false تنظیم میکنیم. در اینجا ما به این تب نیاز نداریم، حذفش میکنیم.
không nói để cho đi ngồi đi băm mày còn để đi là tí nữa đi mà đằng cấy cấy không nữa để đằng cấy để mà băm đang mở máy cũng chạy cứ tối đi chi cứ tối cứ ngủ mở đấy nè máy của bọn em chi có việc chi rồi thế thì cái nước như của bà cứ ngồi đi cắm mắt về ừ ba có là đúng cái thì bà mua mấy đằng sau đằng trước đó cũng như cái chuông mà cháu lại ấp trên đây nữa cái gì đấy nhỉ ông nhỉ ông Việt ông ta bán cái cây hả cứ bán một cái túi gì nhỉ à chú đi rồi có thấy cái chân chú máy bán thuốc đó thằng Huy nuối mà chờ quên mẹ đi kêu có thấy mua